صحبتی رو که در این داستان میخواد بیان کنه این موضوع هستش که شما برای درک حال، برای شناختن خودتون، برای درک خودتون، نه مطالعه گذشته و هی هیستوری های متفاوت راجع به خودتون دادن، برای خودتون به اون نحوی که هستید باید ساده به زندگی نگاه کنید. باید ساده ببینید. ساده نگری یعنی چی؟ ما ساده نگری رو نه به لباس داریم میگیم، نه به پوشاک داریم میگیم، نه به غذا میگیم. شاید از من باور نکنید پیچیده ترین کاری که انسان میتونه بکنه داشتن همین سادگی نسبت به زندگیه، چون ذهن ما همیشه عادت کرده به پیچیده بودن، سادگی رو از دست داده، نمیتونه ساده به مسائل نگاه کنه. تا زمانی که من نیام و ساده به خودم نگاه نکنم، یعنی چی کار کنم؟ ببینید، من اگر زمانی که دروغ میگم، زمانی که دارم دروغ میگم، حالا اگر این دروغ گفتن رو من بخوام توی هزار تا عنبر و مشک بپیچمش، باز دروغ گفتنه. بدون اینکه قضاوت به خوبی و بدی دروغ گفتن داشته باشم، ببینم دارم دروغ میگم، صرف نظر از اینکه جامعه من چی میگه، صرف نظر از اینکه اجتماع من چی میگه، آیا دروغ گفتن خوبه یا بده، ساده نگاه کنم به دروغ گفتن، فقط ببینم که دروغ گفتم. مهمترین مشکلی رو که ما داریم جنگیه که در این ظاهرها و در این ماسکها برای توجیه این سادگی داریم ما. من باید این موضوع رو خیلی توضیح بدم، به همین خاطر یه مثالی براتون میزنم. ببینید، ما یک مسئله رو داریم. من قبلا خدمتون گفتم که مثنوی کتاب اخلاق نیست. شما اگر در جامعه نگاه کنید، مثلا در تمام جوامع بشری، صحبت از اینه که دروغ گفتن چیز بدیه، دزدی کردن چیز بدیه. ما هیچ وقت فکر کردیم به این موضوع، زیر این سوال بردیم که آقا چرا دزدی کردن بده؟ چرا دروغ گفتن بده؟ چرا انسان‌ها و خیلی دیگه از رذایل اخلاقی، حالا من اینا رو به عنوان مثال دارم میگم، چرا اینا بده؟ چرا من اگر دزدی کنم چیزیه که قبح ذاتی داره؟ چرا دروغ گفتن قبح ذاتی داره؟ اینها حکمیه که عقل بر ما میکنه. شما در نظر بگیرید یک جامعه ای که خب من الان میرم خونه، لباسامو در میارم میذارم توی خونه، ولی حتی امنیتی اینو ندارم که فرد و صبح این لباسا رو میتونم بپوشم بیام بیرون، میان غارتش میکنن میبرنش. خب در این جامعه من چجوری میتونم زندگی کنم؟ در جامعه ای که انسان ها همه به هم دروغ میگن، اساس جامعه و اساس زندگی به هم میریزه. این یک حکم عقلیه که در جامعه گفتن دروغ، گفتن حرف زشت، دزدی کردن و و و و و چیزهای دیگه، این اجازه زندگی و ادامه زندگی رو به انسان نمیده. این اولین حکمیه که عقل میده و ما به خاطر این موضوع به خود عقل خیلی بدهکاریم و واقعا در جامعه همچنین چیزی نمیشه. حالا من داخل پرانتز خدمتتون میگم، ما به مسائل جامعه شناسانه کاری نداریم، ما بحث دیگه‌ای رو می‌خوایم بکنیم. اینکه در جوامع بشری خب قانون به یه عده شامل میشه، به یه عده شامل نمیشه، یه عده دزدی میکنن قانون کاری باشون نداره، اصلا یه سری قوانین درست میشه برای اینکه افراد راحت‌تر دزدی کنن، اونا بحث‌های جامعه شناسیه. ولی در اصل داستان که ما شکی نداریم، که در اصل داستان که ما مشکلی نداریم، اگر جایی دزدی ادامه پیدا کنه زندگی فلج میشه، دروغ ادامه پیدا کنه زندگی نمیتونه جلو بره، زندگی بشری نمیتونه جلو بره. حکم عقل تا اینجاست، حکم عقل تا اینجاست که ما بدونیم چه چیزهایی رو احتیاج داریم برای ادامه زندگیمون
و برای بهتر زندگی کردن، نه از نظر اخلاقی، از نظر واقعیت زندگی. در جامعه‌ای که همه همدیگر رو میکشن که نمیشه زندگی کرد که، در جامعه‌ای که همه همدیگر رو میدزدن که نمیشه زندگی کرد که، از نظر واقعیت زندگی ما احتیاج به این عقل داریم و این عقل به ما خیلی کمک ها کرده. ولی حکم اینها تا اینجاست، حکم عقل تا همینجاست. من باید برم مطالعه کنم، افکار دانشمندان قبلی رو ببینم، بررسی کنم، بر اساس اونا یه راه جدیدی پیدا کنم برای یه اختراع و یه اکتشاف. در اینها هیچ بحثی نیست. ما تا اینجا هم با این مشکل، با این موضوع هیچ مشکلی نداریم. اونجایی که ما صحبت از مبارک بودن احمقی می کنیم، زمانیه که من در رو در رویی با خودم به اون صورتی خودم رو می بینم که هستم، بدون هیچ قضاوتی، بدون هیچ قضاوتی. شما در تمام این طول زندگی همیشه ما نصیحت شدیم که آقا خودتو اصلاح کن. حالا یه دفعه بیایم خودمونو اصلاح نکنیم. از حکم عقل من کاری ندارم. ببینید، من حکم عقل رو کاملا توضیح دادم. دوستانی هم که جدید هستن، اگر یه موقع بعضی مسائل براشون مشکل هست، حتما به گذشته و صحبت‌های گذشته رجوع کنن. ما به این مسائل کاری نداریم. ما زمان رو کار داریم که من میخوام با خودم رو در روشم، با خودم اون چیزی رو که احتیاج دارم. فقط یک سادگیه، فقط رو در روی یک سادگیه، به طور اون صورتی که من هستم. من اگر عملی رو کردم، خودم رو اونجوری ببینم که این عمل رو انجام دادم، بدون اینکه خودم رو قضاوت کنم. ما در این چند وقتی که این صحبت ها رو با هم میکردیم، خیلی صحبت ها کردیم در رابطه با مسائل خودشناسی، خوابوندن صداها در ذهن، نداشتن آرزو و یکی دیگه از مسائلی رو که قبلا شاید مختصر صحبت کردیم و الان یه خورده بستش میدیم، صداقت و سادگی با خوده. مهمترین موضوعی رو که در این داستان میخواد بیان کنه، اون صداقت و سادگی که من باید با خودم داشته باشم، به جای اینکه خودم رو تقبیح کنم، به جای اینکه همش یاد بگیرم سرزنش کنم خودم رو. من اگر با گفتن دروغ راضی هستم، من اگر با این شخصیتی که از خودم ساختم راضی هستم، هیچ نصیحتی نمیتونه من عوض کنه. ببینید، آدم ها به طور کلی در خیلی رابطه ها تغییرات اساسی نمی کنن تا زمانش برسه. ببینید، شما فرض کنید که یک خانواده خیلی خوبی دارید، همسرتون رو دوست دارید، عاشق همسرتونید، بچه هاتون هم بچه های خیلی خوبی هن و مقدار متنابهی هم پول توی حساب ها هست، زندگی راحتی. در این شرایط فرد وقتی که با این شرایط راضیه، با ایجاد احساس نیاز در این، شما چیزی رو نمیتونید عوض کنید، هی احساس نیاز در این به وجود بیارید، در اصل چیزی عوض نمیشه، در ظاهر عوض میشه. در اصل زمانی چیزی عوض میشه که این فرد متوجه بشه، زندگی متوجهش میکنه. حالا همسرش بهش خیانت میکنه، بچهش اتفاقی براش میفته، ورشکست میشه، پولی از دست میده، اینجا متوجه این میشه که همه زندگی این نیست، باید یه تغییراتی بکنه. اگر شما با اون شخصیتی که دارید راضی هستید، هر چی تلاش میکنید برای تغییر خودتون بدتره. شاید سالهای سال این کار را انجام دادید، یک دفعه هم این کار را انجام بدید، تلاشی نکنید، خودتون رو دوست داشته باشید به اون صورتی که هستید، به اون صورتی که هستید. باز ما با جامعه کاری نداریم. در رابطه با حکم عقل، در رابطه با جامعه، باید موضوعاتی رو رعایت کرد و
اگر اینها رو رعایت نکنیم خب دچار تنبیهات متفاوت میشیم. ولی در رابطه با خودمون که میتونیم بکنیم، در رابطه با خودمون که میتونیم صادق باشیم. من اونقدر باید قدرت داشته باشم که وقتی دروغ گفتم بدونم دروغ گفتم، فرار نکنم ازش. فرار در من ترس ایجاد میکنه. با خودم به اون صورتی روبرو بشم که هستم. حالا وقتی که با خودم روبرو میشم به اون صورتی که هستم، در واقع به یک نوع سادگی در ذهن احتیاج دارم. خیلی ساده، خیلی ساده باهاش برخورد کنم و به این صورت ساده نگری برای ما یک کار خیلی مشکلیه، چون ذهن ما همش عادت کرده به حل مسائل پیچیده و دوست داره مسائل رو پیچیده دنبال کنه، نه اینکه ساده ببینتشون. شما اگر بخواید ذهن رو به فراسوی این خودآگاه ببرید و به صورت یک چراغ روشن راهی رو جلوی خودتون باز کنید، ناگزیر به این سادگی هستید. ناگزیر هستید که خودتون رو اونجوری که هستید ببینید بدون هیچ قضاوتی. پس احمقی هم بس مبارک احمقی است که دلم با برگ و جانم متقی است. در حقیقت مال و اموال رو نماد دارایی های درونی روشنایی فطرت گرفته و بیاد میکنه برای ما که خیلی از این دانش های ما و دانستگی های ما در اینجا کارگر نیست. در اینجا شما اون چیزی رو که احتیاج دارید سادگیه، نه پیچیدگی. به اون صورتی ببینید که هستید.